در شهر بیشکک فمینالی یکمی مدنیتی غرب برگزار گردید. در دوام هم ده روز در آثارخانه صنعتی تصویری ملی قرغیزستان به نام گپارایتیف نمایش پروسعت با کارهای 56 رسامان از 22 کشور کشاده شد. مقصد معرکه مذکور جلب نمودنی دقت به گویان وجود داشتنی محدود کنی حقوق زنان و تشویقاتی برابر حقوق جنس ها می باشد. باید قید نمود که فمیناله طبیعی است که از طرف جامعه واکنشی منفی خشونت آمیز را پیدا کرد، زیرا در معرکه مذکور زنهای برهنه اشتراک داشتند. از جانب فعالان جامعه برای تشکیل نمودن نمایش اعتراضی علیه معرکه مذکور کوشش ها کرده شد، ولی دادگاه از 5 دکمبر تا 1 ینور گذرانیدن نمایش اعتراضی را منع کرد. خبرنگاری ما برای شرح موضوع به خبرنگار پریزاد قرقیزبایوه از شهر بیشکک مراجعه نمود. پریزاد وضعیت را چنین شرح نمود: حادثه ای که در آثارخانه گویان همچون شناس کردن مردم با صنعت معاصر و تشویقات حقوق زنان برگزار گردید، این تنها کوشش جاری نمودن قدریت های غرب، جهان بینی غرب به مردم قرغیزستان می باشد. این باعث انعکاسی وسیع جامعه را به وجود آورد. در سامانه های اجتماعی نسبت تشبسکاران اشتراکچیان معرکه مذکور تنقید ها و ناراضگی ها از جمله به بعضی شخصان شناخته نیز به میان آورد. این شاهدی آن گردید که نقطه نظری غرب به مردم ما بیگانه است، زیرا مردم ما مدنیت و قدریت های خود را دارد که از دین اسلام سرچشمه می گیرد. با این همه مشاهده می نماییم که قسم خوردی جامعه با نمایندگی سابق رئیس جمهور روزا اتومبایوا، اشتراکچیان حرکت های فمینیستی، جمعیت های لگبته، یکچند تشکیلات های غیر دولتی و یکچند منصبداران با دستگیر نمودن فمینالی مذکور برآمد کردند و با این خود را همچون راهنمای جهان بینی غرب به جامعه ما نمایش کردند. خطر از کدام طرف می آید مردم باید بداند، زیرا کلمه خطر قدریت های غرب، نقطه نظر جهان بینی که به تنزل اخلاق و فرو روی می آورد در نظر دارم. نتیجه آن جامعه به تغییرات فوندامنتالی و فلاکت گلوبالی به مانند بحران های اقتصادی، زد و خورد های مسلحانه و با گرسنگی، قشاقی و حتی به فلاکت اکولوژی نیز گرفتار می شود که چطوری که این زمان در غرب و در جهان مشاهده می نماییم.